حل ندادم. بعد از مستی میرم میدم. آخ عادل خیلی لب منو خورده، زخمی شد عادل، اینجا پوست کنده. این زخمی آقا شد از بس لبم خورده. این آقا میگه پنج شب من اینجام، اما اصلا عدالت برگزار نمیشه. من بیار بالا یکم خوشحال شم. اسمش چیه؟ DFG685. حالا شما رو میاریم بالا ولی که واسه ببینم کی میارمش بالا. برای من نیمده. مانتومت شما لطف داریم ممنون. تو که گفتی عادل خیانت کرده و لاشیه، عشقم هرچی بگه همونه، مهم نیست هرچی. چی من عادلی خورم مستم، ببخشید چی میگم؟ تو که گفتی عادل خیانت کرده و لاشیه. بابا کسی تو؟ اگه کسی بگو که من بگم کسی. خب 10 دقیقه بعدش گفتم بابا داشتم واسه اونایی که دوست دارم ما جدا بشیم داشتم خوشحالش میکردم. و میگم این طرف نیمد برای من باله که گفتی. اشکال نداره، من دستم میذارم اینجا. اونایی که میخوان رل پیدا کنن یا کسی پیدا کنن لطفا اسمشون رو درست بنویسن، مثل یک حرومی آآ فور جی نباشن. مرسی عشقم. مرسی مبارز ایران آزاد. مرسی مهدی اسمش، انقدر پسر خوبه. الان اومد برای من. آقا عاده شما که مرد خوب هستی به خاطر میگه نه من برای من بانو خدا میدونه. شما عکس بذار بعد بیارش بالا. خوب آخه اونایی که عکس ندارن و باور ندارم. خب آقا چیز رو ندادمش پایین با لایو من ندیم چیز سوال نکنم دادم پایین. من ساره هستم. خب ساره خانم شما سلام. تو بنویس. سلام آقا جان خوبی؟ سلام قربونت شما خوب هستی؟ انشالله که به پای هم پیر بشید، انشالله که خوشبخت بشید. ما همون گفتی که آقا من یکی پیدا کردم خیلی خوشحال شدی، یعنی خودم به شخصه خیلی خوشحال شدم چون که تو رو خیلی دوست دارم. از تنهایی تو آلمان در اومدی. آقا عادل هم اسم شریکتون چیه؟ یه لحظه اسم گلتون چیه؟ من داریوش هستم عزیزم. کجا زندگی میکنی؟ اسم زیبایی. من ایران زندگی میکنم. آره من ایران زندگی میکنم. آقا داریوش شما تو خارج از کشور نیستید، اما اگرم بودید 100% مثل من متوجه میشدید. تو خارج از کشور ایرانی هست خب نه که نیست، اما من تو این 3 سال مرسی من تو این 3 سال ندیدم کسی مثل ایشون واسه من خوب باشه. هر کسی رو دیدم از یه پوانایی به من نمیخورده، از یه پوهنهایی با من اوکی نبوده و به خاطر همین من تنهایی رو ترجیح دادم. من الان 1 سال سینگلم، قبلش دوست پسر داشتم، دروغ نمیتونم بگم، شاید دوست پسر قبلیم لایو من رو داشته باشه الان داره میبینه. 6 ماه باهاش بودم اما خب اوکی نبود چون سنش خیلی از من کمتر بود، 22 سالش بود و متاسفانه من نتونستم درکش کنم، اونم نتونست من رو درک کنه و متاسفانه من ازش جدا شدم. اما بعد از 1 سال خدا دل منو شاد کرد و عادل به من رسوند، اونم از یک کشور دیگه، اونم تو کشور آلمان نه، از یک کشور دیگه. اما ممنونم از خدا و این آرزو رو برای همه میکنم، برای همه دخترا، برای همه پسرا. خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنم. خب من خدا وکیلی، من جدی دارم میگم، خدا وکیلی از یه چیز دیگه عادل که خوشم میاد، از این بچه شیعه بودنش خیلی خوشم میاد. و امیر آقای این پوانینگی که مغز منو درگیرش کرده چون من یه دختر شر و شوری هستم، خیلی پررو، خیلی با
بعضی وقتا بد دهنم. خب دیگه درست. اما ایشون برعکس منه و شاید چون این پوانا رو داره منه یه جورایی درگیر خودش کرده، میدونی؟ چون آدم چیزی که خودش نداره رو دوست داره تو دیگران پیدا کنه، تو طرف مقابلش پیدا کنه. اونی که مثبت یه ذره دوست داره طرف مقابلش یه کوچولو منفی باشه، اونی که منفی دوست داره طرف مقابلش یکم مثبت باشه. که من این ضد و نقیض رو درون خودم و ایشون پیدا کردم و احساس کردم با ایشون میتونم یه ذره تکمیل تر بشم. نوشتم ببخشید داریوش جان، شما های کی تو آلمان اومدین؟ آخه زمانی من اومدم که شما اصلا رنگ اروپا رو ندیده بودی داداش گلم. آدم میخواییم نکم رو میدونم داریوش. ولش کن همین آدرش اگه بخواه به این کامیت ها نگاه کنی که اصلا دیگه اعصاب و روانت گرفته میشه عزیزم. دقیقا آقا داریوش گل، متاسفانه یه چیزایی مینویسن که آدم اصلا میمونه چی بگه. به خدا بعضی شخصیت خانوادگیشون رو نشون میدم و شروع میکنم به فحاشی کردن. واقعا آدم نمیدونه چی بگه به اینا، میمونه اصلا. یه چیزی میخوام آده جان بهت نشون بدم، منم همکار خودتم، منم آیتی خوندم، نگاه کن اینجا را کامپیوتر لپتاپ و زندگی و آره هرچی خواست قربونت برم. من دانشگاه کادوس رشت آیتی خوندم عزیزم. منم اصفهان خوندم. آره منم اصفهان خوندم. آره پیج هر چی خواستی بزنی نتونستی بزنی بفرستش برای من. یه من به خاطر اینکه چون تو اروپا زندگی میکنم لپتاپمو که تو دبی خریداری کردم، چون اینجا شما هر چی خریداری کنی رجستر نمبرش، یعنی اون شماره‌ای که شما ثبت میشه به نام شما ثبت میشه. من به خاطر همین لپتاپمو از ایران برام فرستادن تا نتونن اینجا طبق اون شماره منو پیدا کنن. ولی با همین حال پلیس اروپا طبق اون آدرس آی پی اینترنتی در جا میرسه سر وقت طرف. اینجا خیلی سخته هک کردن، خیلی سخته. از دیوایس هم مواظب باشی یا از دیوایس هم ممکنه پیدا کنن. من آره من سعی میکنم با ماشین برم سمت مکدونالد یا مثلا رستورانا، اینجوری کارامو میکنم، چون نمیشه، خیلی واقعا مشکله عزیزم. و یه مطلب دیگه که میخواستم بگم، چون که امیر آقا اونجاست میشنوه، امیر آقای ما هم خیلی بچه گلیه، یعنی من خودم به شخصه خیلی دوستش دارم و خیلی هم دوستش دارم. نه شما لطفه خب بگید من بهش میرسونم. آره نه خب حق منو بهش برسونی مطلب منو. امیر آقا حق میدم بهش خدا وکیلی، چون که تو ایران بالاخره زندان بوده و این کثافت ها. امیر آقا یه ترکه، یعنی یه آذری زبانه و من تا اونجایی که یعنی من نزدیک 29 سال سنمه و تو این 30 سال تا اونجایی که میدونم و تحقیق کردم ترک ها خداشون یه امام حسینی به شدت تیره‌ای هستن. و این عزیز که امیر آقای ما باشه، امیر آقا از بس که تو ایران راست میگه، یه سریم داستانش رو داشت تو لایو میگفت که زندان بردنش. آره بذار من برات یه خورده توضیح بدم، ببخشید حرفتو قطع کردم، من معذرت میخوام. امیر رو توی زندان میزدن ببخشید آقا داریش باش خوبی؟ خب بهش بگو بیا لایو من. تو بگیر بذار اینا هم ببینن. خب بذار بیا تو لایو اینجوری. اوکی. چرا لایوش خرابه؟ بگو بیا تو لایو من. پیج من. پیج منو خودش لایو ببینم. لایو منو برات بده. بذار من حرفمو بزنم بعد شما امین آقا حالا فکر کنم من چی گفتم. بگوش. امیر آقا خودش یه ترکه، یه آذری زبانه. و امیر آقا من بعید میدونم، یعنی تا اونجایی که من 30 سال الان 30 سال سنمه و تحقیق کردم و میدونم، آذری زبان خودشون یه امام حسینیه به شدتی، یعنی خیلی چیزن. و این امیر آقایی که الان داره فوش میده و به قول معروف هیچی قبول نداره، راست میگه، از بس که تو ایران زدنش و
و یه سری هم داشت توضیح میداد در مورد آقا داریش اینو میخواستم بگم، حرفتون رو قطع کردم، من بازم معذرت میخوام. امیر رو تو زندان میزدن، قسم میخورد ادیان، قسم میخورد اونا فوش میدادن، میگفتن ادیان یه چیه، دین دیگه چیه. دقیقا همین رو میخواستم بگم، این کثافت های حرومزاده از بس که این کار کردن، یعنی خدا به سر شاهده اینا کار کردن که نه تنها امیر، خود من به شخصه که نماز میخونم، یعنی حالا هنوز تک و توک میخونم، خود منم به شخصه واقعا بعضی موقعا میمونم میگم خدایا اینا این همه دارن دزدی میکنن، این همه دارن به قول معروف دارن کثافت کاری میکنن، پس کی دیگه میخوای جوابشون رو بدی؟ پس کی دیگه؟ خدا اگه وجود داری، اصلا یکی از من توی لایف اومدم و گفت خودم با بعضی موقع آدم شک میکنه که خودم نعوذ بالله وجود داره، یعنی آدم بعضی موقع، ولی من به امیر آقا حق میدم، از بس که زدنش و یه سری داستان زندگیشو گفت که تو زندان چجوری میزننشون، چه قسمایی بهشون میداده و اونا چه فحاشیایی میکردن به اسلام و یه سری داشت میگفت که من نصفاش رسیدم، هرچی هم براش کامل نوشتم که یه بار دیگه بگو. و این خوبه که بگه امیر خوبه که یه لایف مخصوص این بذاره که بعضی ها فکر میکنن امیر واقعا کافره یا کافر بوده، در صورت که نمیدونن که بابا امیر آذری زبان خودش، من میتونم به جرئت قسم بخورم تو موقعی که عاشورا میشده، امیر سالی که تو ایران بوده اولین کسی بوده که میرفته روز عاشورا میرفته برای امام حسین سینه میزده، ولی اینا باعث شدن که الان امیر اینجوری بخواد فوش بده، اینا باعث میشن که یه سری ها به قول معروف به اسلام یا مثلا اصلا حالا هر چی به شیعه یا هر دینی دیگه به قول معروف اینا باعث شدن. من حق میدم به امیر، واقعا حقش میدم. همین رو می‌خواستم بگم. تو یوتیوب هست، تو یوتیوب صحبت امیر با دوست همبندیش هست، تو یوتیوب بزنید قشنگ میاد بالا. متاسفانه ما فیلتر شکن نداریم، فیلتر شکن هم که ما داشته باشیم زیر هزینه ها بالاست و از این نمیدونم لنتر رو نمیدونم این از این هم که بخوایم از گوگل پلی چیز بکنیم، اینا بعضی موقع کار میکنه بعضی موقع کار نمیکنه. و من از امیر میدونم الان صدامو میشنوه، ازش خواهش میکنم یه روزی یه کلیپ یه پست بذاره که من چه روزی میخوام در مورد فلان، مثلا در مورد زندان و در مورد زجرایی، در مورد شکنجه‌ای که بهش دادن و در مورد حرفایی که اون این دیوسا بهش زدن یا قسم میداده در مورد اصلا کلا زندانش حرف بزنه تو لایف، امیر رو میشناسنش. اینا همه فکر میکنن امیر مثلا یکی مثل رضای حرومزاده، رضای ایرانی حرومزاده، یه حرومزاده به تمام معناست. خیلی من حرصم میگیره که میاد مثلا پویسر امیر مثلا، خب من میدونم دیگه. آخه ببین آقا داریش گوش بده، بذار من آخه نمیخوام خودم بیفتم. اینو میتونن دوستان همین الان نگاه کنن. الان داره میزه. ما یوتیوب زدیم تو تصویر تلویزیون، گوش بده. صدا رو میتونی زیاد کنم بسیار داریوش.
حروم زاده. حروم زاده اینا حرف منو میزنه. عزیزم ای والا عزیزم ببخش من مزاحمتون شدم. حالتون خراب نه یه واقعیت جمهوری اسلامیه. من خودم هم تو زندان بودم، این شرایط خودم هم میدونم، یه واقعیت واسه جمهوری اسلامی متاسفانه. من حالا این صحبت رو آوردم چرا؟ چون که امیر من خیلی شخص قلبا دوستش دارم. امیر یعنی نگاه تو صورتش میکنم، بعضیا میگن نمیدونم قیافش حالا دورجنش مثل شیطانه نمیدونم، ولی من تو این قیافه چیزی میبینم که بقیه نمیبینم، چون که من یه فوق دیپلمم روانشناسیه، متوجه هستی؟ قیافه من تو من چیزی تو امیر میبینم که یه دل پاکی داره امیر. اصلا کلا امیر درسته، حالا من کاری ندارم، اصلا بعضیا میگن دوزه، بعضیا میگن معتاده فلانه چیه، ولی امیر این چیزی که هست نیست. امیر از بس که بهش بد کردن تو ایران الان اینجوری شده. الان من بحثش رو آوردم جلو چون که میدونستم که الان، یعنی دیدمش که کنار روزه، میخواستم بشنوه، چون که تو لایو خودش خیلی من میرفتم یه میگفتم من نمیورد بالا، من میخواستم بشنوه. و ما هم از همینجا بهش میگم که امیر ما دوستت داریم و همین میخواستم بگم. ببخشید من اومدم بالا، سرتون هم درد آوردم، حالتون هم حالا که خراب نشه. همچنین شب خوبی داشته باشید. قربون شما برم. خودم یادم رفت بگم عزیزایی که تو لایو نه، برای بچه عزیزایی که تو لایو هستن یه چیزی میخواستم بگم. روزا جان من میتونم اسم یه نفر رو بیارم؟ یعنی چون که چرا بیارم، چون که میخواد کلا برداری کنه، اصلا این سایت مایتا زده. حالا میتونم اسمشو بیارم؟ بچه ها یه دقیقه بچه ها فالوورای روزایی رو اینجا رو نگاه کنید. یه دقیقه وایس. خب نمیشه اینجا. از اون دوربین تو برگردون. خب میشه چیز پیجشو بگو بیاد داخل پیج من. من با شما خدافظ. الان نمیتونم. بذار سری بعد میارمت بالا. باشه امیر طاهرخانی امیر میدارم. بذار باز میارمت بالا. باشه. فعلا. بگو بهش بگو بیاد تو لایو من. نمیتونه. تام لایو میذاره میپره. مگر اینکه با تلفن میشنه. بنده خدا الان پول جور نکرده؟ نه نمیدونم. یه دقیقه بابا پیج منو براش بفرست. الان پیج دارم براش بفرست. این آقا داریوش ما بگو بنویسه بفرسته، ما واسهش میذاریم تو همه جا، واسهش میذاریم، حتی امیرم براش میذاره. کسی که هست میخواد کلا برداری کنه ما افشاگری میکنیم براش.
روزا رو زیبا نوشته. روزا نه زیبا اشتباه نوشته. تو مستی هم شامپای نهزم تعمش هم یه ذره برام بده. اصلا ما مشروب چیزه مشروبی اصلا برام خوبه. بچه ها میخوام برای این پول جمع کنم. باشه دختر من تو لایو من خواهد الان نوشت بیاد تو لایو شما. چیپس میخواهم، چیپس شامپاین خوردم بعد جفتش دارم. چیپس میخواهم. شما اینی که نوشته شیشه بکش شما بکش نوش جونت. اینجا ما پیدا نمی کنیم از اینجور چیزا. شیشه بگفته چی؟ شیشه بکش نوشته شیشه بکش. ما از اینجور چیزا اینجا پیدا نمی کنیم متاسفانه. شما پیدا کردی آدرس رو به ما بده لطفا. مشروب سگی هم متاسفانه نیست اینجا. اینجا فقط مشروبای مجاز اروپاست. چه نام عادت تو اسکول به من نمیخوره. علی حدیر علی کسوبو رو تو چارتو بارد عزیزم اشکال نده بزن من جواب بشم. ایدنش کردم بزن دلم. نه مشکل اون شخصیت خانوادگیشو نشون میده. اگه کسش راجب تو به یاد هر من میندازم پایین. کار به تو ندارم. لایو خودمه. خودم میدونم من چی کار. روزا عادل معتاده. روزا عادل معتاده. آره من چی میکشم؟ امیر من چی میکشم؟ منو میکشه هر شب. والا الان دو هفته است پیش من از صبح تا شب از شب تا صبح پیش من. والا چیزی ندیدیم ازش بکشه. قیلون بذارم شاید بیاد بکشه. سیگارم میکشه من سیگار میکشم ولی معتادی شما در چی میبینید؟ و یکی اسم تو رو بیارم از اینترنش بکنم. نه عزیزم اونایی که شخصیتشون خوبه. عادل پیج امیر تارخانی چیه؟ امیر پیج تو اینجا میتونی بذاری واسه بچه ها یا الان تو لایوی؟ بیا تو لایو روزا بذار ما پین کنیم اینجا برات. نمیشه عادل بذارم کراک میکشیم. عادل به نظرم کراک میکشه. ای دمت گرم کجاست بیار بکشیم. بیار بکشیم من هم میکشم عادل. با هم میکشیم من روزا با هم میکشیم. کجاست همینجا پیدات نمی کنم. بذار بیاد دونه دونه کامنت من. آه اینجاست. اینو پین کن گلم. این میپره لایو میپره. نه نه میپره الان میپره اصلا پین نمیشه.